از این به بعد وقت وبینار ای سمینار رو یادت بیار. شما توی بازار مثلا این کامودیتی مثل طلا و نقره و حالا امثال هم که منابع محدودی دارن، یه قاعده حکم فرماه و اون میزان استخراجی که شده به کل استخراجی که در سال جاریش انجام میشه، اینا همه تخمینیه، یه عددی رو به شما میده. این اعداد همیشه در حال رشدن. چرا؟ منابع داره محدود میشه و استفاده میکنن، هرچند که خب بعضا میگن که یه جایی منبعی پیدا کردن، یه معدنی پیدا کردن و خب این اعداد و محاسبات یه مقدار دستخوش تغییرات میشه، اما در میان مدت شاهد این هستیم که این شیب صعودی داره و اینکه ارزش این کالاها میره بالا. در حال حاضر بیت کوین دیگه نزدیکای طلا یه مقدار بالاتر هم قرار گرفته و توی اتفاقات اخیر دیدیم که توی جلسه قبل براتون پرزنت دو تا اسلاید هم گذاشتم، دو تا صفحه اسکرین شات گرفته بودم گذاشته بودم، در خصوص این بود که میزان نقدینگی از صندوق‌های طلا اومده وارد صندوق‌های بیت کوینی شده یا اومده به صورت وجه نقد توی بازار کریپتو. اتفاقی که در چند روز در یکی دو روز گذشته افتاد، من یه اسکرین شات هم براتون فرستادم از میزان خروج بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها. ببینید توی شاخص‌های ارزیابیمون این یه فاکتور بسیار بسیار مهمیه، چرا که بیانگر اینه که وقتی ببینید قیمت عرضه و تقاضا مشخص می‌کنه دیگه. حالا تقاضا داره میره بالا، یک عرضه به قول معروف آبشاری انجام میشه که هر چیزی که توی این بازار بوده به قول هر تقاضایی بوده رو پاسخ میده، یک لحظه میرسه که تقاضایی وجود نداره و یا خریدار هوشمند اومده نشسته در کمترین قیمت بخره. این اتفاق توی بورس ایران هم بارها 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 افتاده، مانند مواردی که شما میبینید مثلا صف خرید جمع میشه و یه دفعه تبدیل به صف فروش میشه، صف فروش جمع میشه تبدیل به صف خرید میشه و کلی حالا توی اون روز کسانی که توی این معامله نقش داشتن سود شناسایی میکنن. و خب هرچند که یک سری مکانیزم های سازمان بورس در نظر گرفته که اینجوری بازار تحت تاثیر قرار نگیره، اما خب میبینیم که اتفاق میفته. تو بازار کریپتو هم که گفتم اصلا یه همچین چیزی، یک نظارت انتیتی وجود نداره، در نتیجه همه میتونن با یه مبالغ بالا بیان وارد شن و یه همچین گینی از بازار بگیرن. اتفاق نوسانات قیمت فعلی یک عرضه سنگین ماینرها بود و وقتی نگاه میکنیم روی نمودار سیگنال منفی از همگرایی منفی برای اینکه شما شاهد نزول یا ریزش بیت کوین باشین نمیبینید. اون روزم هم خدمت دوستان همون ویدیویی که تهیه کردم تو اینستاگرام گذاشتم اشاره کردم که من با توجه تحلیل خودم خریدم، ولی این یه نظر شخصیه، شما هم خودتون میتونید تصمیم بگیرید و میبینید که مثل نوساناتی که بین 17-18000 دلار بود که میخواست بره به سمت 20 و رو 20 تثبیت بشه، الان روی 30-33 داره اتفاق میفته. خب عدد بین همین 30-33 با یه ماینس پلاسی، این عدد، این قیمت بیت کوین داره خودش رو تثبیت میکنه و قطعا این تثبیت بشود میتونیم شاهد قیمت‌های بالاتر، حتی شاید حمله به 50000 هم باشیم. خب عرض شود که ما جلساتمون رو اومدیم، این جلسه چهارم، رسیدیم به فصل ثروتمندان ارزهای دیجیتال، یه سری موارد با هم دیدیم، لوکس بازان بیت کوین رو با هم دیدیم، بحث یه سری خصوصیات شبکه بلاک چین رو با هم مرور کردیم و رسیدیم به جایی که من قرار بود این آدم‌ها رو هم با هم یه مرور کلی کردیم، بیشتر جنبه اطلاع رسانی داره و خب و دوستانی که حالا اکانت توییتر دارن یا از یوتیوب دارن استفاده میکنن میتونن از این محتوایی که در خصوص اینا تولید میشه یا بعضا خودشون هم تولید کننده محتوا هستن استفاده کنن بابت اینکه بازار رو ترک کنن، چون این آدما آدمای تاثیرگذاری رو بازار هستن،
اطلاعاتی که به بازار منتقل میکنن اطلاعات با ارزشیه. یا مثلا این آقای رابرت کیوساکی که نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی پول هست و خب میدونید که یکی از نویسندگان بزرگیه، کلی منابع مالی به دست آورده از این کارش، بازی که طراحی کرده. ایشون هم تو بازار کریپتو حالا هر از چنگای یک سری اطلاعات میده، از جمله همین بحث ورود این بسته حمایتی دلاری برای شهروندان امریکایی که حالا میگه هلیکوپتری میخواد عرضه بشه و این هلیکوپتری عرضه شدنش متناظر با اینکه بتونه قیمت ارزش دلار رو کم کنه و قیمت بیت کوین رو ببره بالا، که ایشون توصیهش به بازار طلا، نقره و بیت کوین هست. خب بیت کوین هست. خب ببینیم آقای جوادی پور برامون چیز جدیدی داره برای امروز. من فقط خب. یه سوالی هم داشتم از حضورتون بپرسم، چون یکی دو بار راجبش صحبت شد. این اسلایدی که فرمودید به دلیل اینکه ماینرها شروع کردن به عرضه کردن تو بازار و این اصلاح بابت اون ایجاد شده و بتونه بین 30 تا 33 تثبیت بده، بعدا ما میتونیم بریم اهداف بالاتر رو براش داشته باشیم، معمولا این توزیع ماینرها چقدر طول میکشه و به چه صورت این توزیع رو انجام میدن؟ این یه سوالم بود. سوال دومم این که این تایم بازار از چه تایمی صفر زمانیشه؟ گرینویچه یا تایم دیگه است؟ چون یه بازار جهانیه دیگه، معمولا تو طول روز روزمون رو از کی تا کی باید براش در نظر بگیریم؟ درسته. تایمی که شما میبینید تایم گرینویچه و اینکه اختلاف ساعتتون رو باید حتما در نظر داشته باشین با صرافی که دارین کار میکنین. مثلا با صرافی ایرانی کار میکنین، خب تایم ساعت رسمی کشوره. اگر مثلا با این صرافی های روسی کار میکنید یا با بایننس کار میکنید، قاعدتا زمان اونها رو باید در نظر بگیرید. یه تایم زون مشخص میکنه که قطعا شما نباید ایران رو بزنید برای خودتون، چون یه سیگنال دادین به خود سایت که من دارم از ایران وصل میشم و سریع بلاکتون میکنن. اما در نظر داشته باشین که بازار 24 ساعت است، یعنی هیچ توقفی نداره و 7 روز هفته است. تو بازار فارکس شنبه یک شنبه، بازار بورس هم همینطور، بازار بورس ایران هم که پنجشنبه و جمعه تعطیله و تایم محدودی هم زمان معاملات. بله خیلی ممنون. فقط میشه بفرمایید که این اصلاح تا کجا ممکنه ادامه داشته باشه؟ یعنی که چه باز زمانیش چقدره؟ اینم یه نکته‌ای که اون روز فرمودید که این ممکنه این عرضه زمان ببره، با یه زمانی این کارو انجام بدن. درسته. ببینید ما دو تا اصلاح قیمتی داریم، یا اصلاح قیمتی که از جنسش ارزش دلاریه که نزول میکنه، که خب شاهد این بودیم که از حدود 41,000 اومد تا مثلا 29,500-600 هم دید و خدمتتون عرض شد که یه دفعه شروع کرد رشد کردن و رسید به مثلا 34-35. خب این جنسش جنس قیمتیه و هرچی این سریعتر، یعنی هر کدوم از اینا چه صعود چه نزول سریعتر باشه، تو حالت معکوسش بازه طولانی تره. یعنی شاید الان زمان بیشتری رو ما در محدوده این 30 تا 35,000 متوقف باشیم، اما در نظر داشته باشیم که به غیر از این عرضه ماینرها که خب توی سود خیلی خوب و قابل توجهی بودن و این پتانسیل داشت که تقاضا که رفته بالا عرضه بکنه، اینم در مد نظر داشته باشیم که تقاضا توی بازار همچنان وجود داره. کسانی که رو 40,000 41,000 داشتن وارد می شدن، وقتی که دیدن بازار یه مقدار حالا بحث اصلاح قیمتی داشت، رو 30-34 هم خرید نکردن، صبر کردن، گفتن شاید مثلا بتونیم رو 25 یا حتی کمتر از اون بخریم. چون تحلیل ها متفاوته دیگه، میتونه محقق بشه میتونه محقق نشه، لذا باعث شد که یه مقداری این مسئله پیدا کنه. اما من امروز یه چیزی به شما نشون میدم در مورد کیف پول هاست. این نکته که اتفاق افتاد و همزمان با کلاس شما بود خیلی به نظرم اتفاق خوبیه. چرا؟ چون به شما کمک میکنه که بدونید همه چیز تحلیل تکنیکال نیست، یک سری فاکتورهای این تیپیه که حالا من از کجا بدونم ماینرها به چه صورتی دارن رفتار میکنن توی بازار. خب این نکته قابل توجه. یا مثلا ورود و خروج پول یا کریپتو به بایننس و یا مثلا سایر این صرافی ها به چه صورتی هست.
اینا اون تحلیل حرفه‌ایه که حالا یه قسمتیشو من برای شما توی این جلسات مطرح میکنم، الباقیش توی این مشکل مربوط به خدمتتون عرض شود سایت ای سمینار بقیه رو درگیر کرده. عجیبه برام که نتونستن دوستان وارد شن. آقای مروجی تونست وارد شه؟ الان من اکانت ایشون هم نمیبینم اینجا. در گروه تلگرام. خب آقای جوادی پور اگر گرفتین رمزو تو گروه تلگرام میشه بزنید؟ آقای مهندس یوسفی هنوز رمز رو ندادن دوستان بتونن وارد شن. بله فایل امروز آپلود شده، سیزن 4 هست، میتونید توی همین پی دی اف ها دانلودش بکنید، ازش استفاده کنید. فکر میکنم همین سمگه آخرین فایل از پایینه، یعنی ووت سیزن 4 رو که میبینید که فایل ورد مربوط به آقای یوسفی میشه، بالایش فایل پی دی اف که شما میتونید ازش استفاده کنید. خب ما همچنان منتظریم که آقای یوسفی عزیز این رمز رو بدن که این کار انجام شه. خب من یه ذره